درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم. برنامه سرزمین جاوید رو خدمت شما اینجا اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و اول از ماه اپریل، دوم، درست گفتم آخه من همیشه اشتباه میکنم، دوم ماه اپریل سال 2012، در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم اینجا. البته ما همیشه 10 دقیقه ای باید، خب دوستان ماشاءالله خوش سخنن، صداشون هم گرمه، ادامه میدن. حالا برنامه‌های بعدی مثلا آقای قاضی سعید مثلا 15 دقیقه وقت داره، حالا بشه 5-3 دقیقه، چه عیب داره؟ ما حرف بزنیم خوبه. باری اینه که همیشه برنامه‌ها متاسفانه 6 دقیقه و 7 دقیقه و 8 دقیقه و 10 دقیقه و اینا دیر هست و از صورت چه بکنیم، اینم داستان ماست. خب امروز خدمت شما چون داستان مغالطه است و سر تا پای کار ما با دروغ، آقا دروغ های شاخدار، حالا مغالطه کسی میخواد دروغش رو پنهان کنه، مغلطه میکنه دیگه. دولتی که از سر تا پا دروغ بر بنیاد اندیشه های دروغین و عقیده های دروغین هست، ببین چه خبر است. خدمت شما عرض کنم که این آقای خامنه ای در این سخنرانی روز نوروزش، دیدم که این عمامه رو دیوارش میبره بالا، فقط دستور بایستی بدن این دریای نورم بچسبونن به این جریان، یه هارون رشیدی چیزی، البته کجاست معرفت هارون، درست میکنه از خودشون. آمدن فرمودن که سالی که بر ما گذشت مثل سال بدر بوده است و خیبر. حالا یک بچه مسلمان، برادر شیعه ما، 10 ساله 15 ساله در کردستان، نمیدونم در تنگستان، در خراسان، میگه آه این بدر و خیبر بایستی خیلی روزگار سختی برای مسلمان ها بوده، یعنی یک عده آدم ظالم، یک عده آدم کافر آمدن ریختن سر مسلمان ها و مسلمان ها دفاع کردن. معنیش اینه دیگه، یعنی که خارجی ها کفار امسال ما رو در تنگنا گذاشتن، ما پیروز شدیم. حالا من میخوام امروز داستانی بدر و خیبر رو برای شما بزرگواران که تا کنون ندیده اید اینجا از متن تاریخ نامه طبری خدمت شما بخونم، ببینید آقا این بدری ها کی بودن، داستان بدر چه بود، خیبری ها کجا بودن، اونا چی کار به مسلمین داشتن، آیا اونا آمدن سراغ اینا یا اینا ریختن سر اونا غارت کنن. همه کار مبتنی بر دروغ. این یک مطلب. عرض می شود که مطلب دیگری که میخوام خدمت شما عرض کنم، ما نگاه میکردیم به این داستان رستم و سهراب، برخورد کردیم به یک بیتی دیگر، حالا فزون بر همه اون خطاهایی که خدمت اونجا استدلال کردیم و گفتیم و اینها، یک مقاله ای دیدیم که یکی از مصححین متأخرین نوشته، جایزه هم برده، اونجا یکی از استدلالاتش مبتنی بر عرض بکنم حقانیت اون از شبت نسخه ایتالیا ناقص هم هست، این بیت هست: بیامد خروشان بدون دشت جنگ. یعنی کی؟ یعنی سهراب. خب نسخه های قدیم عرض می شود که اینجور آوردن: بیامد خروشان بدون دشت جنگ، به دست تندرون گرزه گاورنگ. این مصحح متأخر کلی خندیده، تفریح کرده، مبالغی هم پریده است به این نساخ بی که عرض کنم بی سواد و به این کتاب بی انضباط و که آقا این غلط است و فلان است و اینها، بعد برداشته است به این شیبه آورده: بیا اومد خروشان بدون دشت جنگ، به دستندرون چرخ و تیر خدنگ. خدمت شما عرض میکنم که این داستان ملایی به من و منش نیست و اینها، یا به من و منش هست، این هم جا خلاصه مستاق داره دیگه. گمان کرده است که این رنگ یعنی لون به عربی یا کالر انگلیسی، در حالی که چنین نیست. این دوست محترم اشتباه کرده، گاو رنگ یعنی به گونه گاو. ما امروز در این محاورات روزمره میگوییم که ما همه رنگش رو دیده بودیم، این رنگ رو ندیده بودیم، همه چیز دیده بودیم، این رنگ رو ندیده بودیم.
و در محاورات بسیاری از عرض کنم که جاهای ایران هنوز رایجه. رنگ به معنی گونه و نوع، نه به معنی رنگ. چون یک جمعی فرماید که فرود آمد از اسب طاووس رنگ، این به معنی این نیست که این مثل طاووس آبی بود و سرخ بود و زرد بود و اینها، یعنی به زیبایی طاووس بود. بیامد خروشان بدان دشت جنگ، به دست اندرون گرزه گاو رنگ، یعنی گاو سر بود، شکل گاو بود، به گونه گاو بود، نه چرخ و تیر خدنگ. آخه هیچ پهلوانی در میدان جنگ یه تیر به این دستش نمیگرفت، یه کمونی به این دستش، شروع جنگ این گونه نیست. حالا داستان عرض کنم که اشکبوز که رستم با تیر و کمان فقط آمده به جهت که پیاده بوده، تا تیر هم که در دست نمیگرفت که گفت به بند کمربر بزد تیر چند. از این چیزا خیلی زیاده، از این صحبت ها خیلی 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 زیاده. خلاصه رنگ رو به معنای لون گرفته متاسفانه. اگر نگاه میکرد عرض کنم که در جاهای دیگر شاهنامه هم بسیار از این عرض میشود که این داستان ها هست. خب اجازه بدهید که ما برویم به سراغ جنگ بدر و جنگ همین خیبر، و قبل از اینکه اینا رو بررسی کنیم خدمت شما، یعنی مستقیم از تاریخ خودشان بخوانیم خدمت شما، میخوام عرض کنم که این داستان شیعه بر چند پایه استواره که همش هم دروغه، از بن دروغه. یکی داستان قدیر خم. آقا قدیر خمی نبوده، اصلا میسر نبوده چنین چیزی، امکان نداشته چنین چیزی، باعث فساد می شده، باعث جنگ و خون ریزی و نفاق می شده چنین حرفی. هیچ یک از مورخین هم ننوشتن به جز ابن بازه یعقوبی یک ساعت اشاره کرد که بله هنگام عرض کنم آخرین حج رسول در اون محل مشهور پالان شتر گذاشتن و گفت بله هر کی منو دوست داره، پسر عمو منو دوست داره. اصلا چنین چیزی نیست، نمی شده که باشه که جان موضوع جانشینی رسول که در واقع این ادعای شیعه است و این سباد اعظم مسلمین متنفرن از این شیعه گری و شیعه و اینها، یک جوری هم البته به نفع ما بوده. و فراموش نکنیم که این شیعه گری این هویت ملی ما رو حفظ کرده و بسیار تنگناها، و ما زدیم به سیم آخر، یعنی جز شما نیستیم. چگونه است که فقط کشور مسلمان ایران هست؟ در تمام این کشور 53-54 کشور مسلمان چگونه است که فقط شیعه ما هستیم؟ به جهتی که ما نمیخواستیم در مسیر اصلی اسلام قرار بگیریم و جزء تنه اصلی اسلام باشیم، یعنی یک نوع کفر در واقع. چون نیک بنگریم شیعه‌گری یک نوع کفره و الحمدلله در جهان هم ما رو مسلمان نمیشناسن. شما تشریف ببرید به افغانستان و عرض شود که هندوستان و جاهای دیگر بین عربستان و افریقا و اینا، میگن کی؟ مجوسا رو میگیم، رافضی ها. چون اساس کار که داستان همین نمیدونم قدیر خمه از بون دروغه. شما واسه اجماع مورخین باشه، خب ما که خبر نداریم در اون روزگار چه گذشت، فیلم برداری هم که نمیشد. بنابراین ما نگاه میکنیم به تاریخ های اسلام از قدیمترینشون ببخشید تا بعدی ها، نظیر مدائنی و واقدی ها دو نفر و بعد طبری و دیگران، اینها هیچ خبری از این قدیر خم ما ندیدیم. به جهت اینکه این بنیانگذار اسلام داناتر از اون بود که همچین حرفی بزنه، که وقتی که فرض فرمایید که گروه انصار هستن که اینها ادعاها داشتن، اینها هم بزرگان داشتن، و از اون سو قریش و خیشان او که اینها مهاجرت کرده بودن، اینا همه مترصد این بودن که قدرت رو بگیرن. میسر نبود که در یک جایی ایشون بیاد و بگه که خب بعد از من ایشون خلیفه مسلمین باشن. شمشیر میکشیدن یکدیگر رو پاره میکردن، کمایی که در موضوع ابوبکر
مطلق ذکری نشد از زبان ایشان، هیچ نیست که بگه آقا بعد از من ایشان جانشین من، اصلا چنین چیزی نیست، نمیشد، باعث گرفتاری و بلوا میشد. اینقدر هست که به در واقع اجماع مبرخان ایشان مرتب تکرار میکرده است که ابوبکر پیش نمازی کند، در اون روز که بیمار بودن ایشون تکرار میکردن که ابوبکر رو بگید که بیاد و پیش نمازی بکن. اینا همه مبرخان در این. بعدم شیخ بزرگواری بود این ابوبکر، آدم بزرگی بود، آدم مسنی بود، از مشاوران بود، جنایت نکرده بود، آدم کشی نکرده بود. حالا بعد بگذاریم در موضع قدرت چه قتل ها کرده اینها بماند. این است که آمدن به این رأی دادن. در این هیچ شکی و هیچ شبهه و هیچ تردیدی نیست که در موضوع بنی ساعده اعراب آمدن، مهاجر و انصار، به این شیخ بزرگ رأی دادن که آقا شما خلیفه باش. حضرت علی، عرض کنم که اصلا حضرت رسول ایشون رو به مدیریت قبول نداشت. ما نشانه های بسیار داریم در تاریخ که شغل کوچیک هم به ایشون نمیداد. یه نمونه شما خدمتتون میخونم در موضوع غزوه تبوک. ما نشستیم دائم دروغ میگیم، خیال میکنیم راست میگیم، حقش را خوردن. حقی نبود که ایشون بخورد، که هیچ چی، یعنی هیچ مدیریت مهمی به ایشون کسی نداد، هیچ ماموریت مهمی، نه هیچ جنگ مهم میره ایشون نبرد. این داستان خیبر هم داستان مضحکیه. چهار تا یهودی محاصره شده در دو تا بین دو تا دیوار، این که فتح این نیست که فتح خیبر. کدوم فتح؟ کدوم لشکرکشی؟ یه مشت زاره بودن این بیچارا یهودی ها. کاری نداشتن به اینا. سه روز راه بوده بین مدینه تا همین خیبر، سه روز راه بودن، کاری نداشتن، نمیشناختن اینا رو، رفتن محاصره کردن. فتحی نبوده که، چه فتحی؟ اینا یه مش آدم بودن، سالها جنگ کرده بودن، شمشیرکش بودن، عرض کنم که قاتلای عجیب بین اینا بود، ریختن سر اینا رو کشتن. کدوم فتح؟ فتحی یه مش زاره بودن، یه مش انبارای گندم داشتن، غارت کردن و بردن، نمیدونم چند صد هزار، نمیدونم چی کیلو یا من کشمش دزدیدن از اینا، نمیدونم کی با کیله قسمت میکردن، اموال دزدی دسترنج دیگران. حالا میخونم خدمت شما غزوه تبوک. غزوه تبوک خدمت میخونم. اینا لشکر برداشتن برن جنگ رومیا و خلاصه اوضاعشون هم زار شده. خب حالا ایشون میخواد بره بیرون به جنگ تبوک، یه جانشین بایستی برای خودش در مدینه بگذاره که خلیفه او باشه. حالا ببینیم چی شده داستان. محمد ابن جریر ایدون گوید که پیغمبر مردمان را آگاهی داد به تبوک، که به تبوک روید و توانگران را بفرمود که درویشان را یاری کنید به ستور و نفقه. اونا که پول دارن اسب بدن، پول بدن، اینا میخوان بریم جنگ. و هر کسی به مقدار خیش چیزی همی داد و عثمان ابن عفان رضی الله اندر این غزو بسیار مدد و نیکویی کرد از خواسته خیش که کس نکرد. بیشترین پولا رو عثمان داد. البته عثمان یه کاسبی بوده، برنگ بوده. در موضوع بنی قریظه که این یهودی‌ها رو گرفتن، دست بستن، سه روز گرسنه نگه داشتن، بعد در بازار مدینه گودال کردن، مولا علی سر می‌برید و زبیر 750 تا 800 نفر رو سر بریدن. ببینید چه صحنه‌ای بوده. شروع کردن زن و بچه اینا رو تقسیم کردن. عثمان پیرزنا رو میگرفت، تون 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 پیرزن میگرفت برای خودش. دیدی که غارت میکنن گوسفند و گاو از هم جدا میکنن، کارشون این چیزا بوده. شما فکر نکنید آدمای متمدنی بودن، نمیدونم چی بودن، این هیچی نبودن. عثمان این دخترای جوونو بگیر برای خودت بفروش. گفت نه شما نمیفهمین، این پیرزنا زیر لباساشون طلا ملا زیاد دارن. راست میگه، غارتش کرد. خلیفه مسلمین غارت کرد، لخت میکرد پیر زنها رو، تلاشون میگه. اینا کار اینا بوده، از اینا میشه تقلید کرد، به اینا میشه اقتدا کرد. پدر جان قرن 21، حالا میگه عثمان خیلی کمک کرد، ثروتمند بود عثمان، از بنی امیه بود، میگه که خیلی کمک کرد. خیلی
پس همه کس بیرون شدن، توانگر و درویش و بیمار و درست. یعنی هر کسی بیرون شدن، یعنی هر کسی چاقوی نمیدونم چی چیز گرزی چیزی دستاش برای که برم به جنگ تبوک. و پیغمبر سپاه عرض کرد و بیماران را و نابیناان را و درویشان را که چیزی نداشتن بازگردند. اینوش کور و کچل و بیچاره و شل و اینا را افتاده بودن. گو آقا شما بگردید. از کچل های محترم معذرت میخوام، اون عیبی نیست به هر صورت، هیچ کدوم اینا عیب نیست، ولی به هر صورت این متن نمیخونه. بله. و خدای تعالی آیت فرستاد اندر شأن ایشان. خیلی خوب، خدای تعالی هم که اونجا نشسته بود مرتب حرف بزن. خب یه عده آمدن گفتن که آقا ما نمیتونیم بیایم جنگ. و مردماری بودن از عرب از بنی قطفان بیامدن و از پیغمبر عذر خواستن و دستوری خواستن که ما نتوانیم آمدن. پیغمبر علیه السلام ایشون را دستوری داد. بعد دوباره خدا جبرئیلش میفرست. عجب جبرئیلی. خب یعنی شما کارتون درسته. خب پس عبدالله ابن ابی، این عبدالله ابن ابی این رئیس مثلا منافقا بود، چون میدونید که هر کسی که موافقت نمیکرد یه برچسب چیزی بهش مثل امروز. خب بیامد با گروهی منافقان و دستوری خواست و سوگند خورد که اگر بتوانستمی آمدن بیامدمی، ولی کن نتوانم آمدن. دوباره خدای عزوجل دوباره شروع کرد بی سیم زدن و تلکس و فکس کردن در نفی اینها. خدای داند که ایشان سوگند به دروغ خورند. بله. و سوره توبه فلا. پس پیغمبر علیه السلام لشکر بیرون برد به دشواری و به اسرت. بعضش خوب نبود، یعنی چیزی نداشت، در واقع لوجستیک خوبی نداشت. و عبدالله ابن ابی با منافقان منزلی بیامدند با پیغمبر، چون پیغمبر از اون منزل برداشت عبدالله با منافقان بازگشتند. یعنی اونا آمدن تهره گفت آقا با معذرت میخوام نمیتون. و سه تن از مسلمانان که منافق نبودند بی عذر بازگشتند، یکی کعب ابن مالک پدر ابی، ابی ابن کعب، و دیگر مرارت ابن ربی، و سه دیگر هلال ابن امیه. اینا منافق نبودن، مسلمانان برگشت. خب و پیغمبر علیه السلام سبا ابن عرفته را، عرفته القفاری را به مکه امیر کرد و علی ابن ابی طالب را بفرمود که به مدینه همی باش و عیالان را و خانه مرا نگاه میکن. یعنی چی؟ امارت رو، فرمان فرمایی رو داد به این آقا، به این سبا، و به علی گفت تو مواظب زن بچه باش. حالا معنی کار چی هست؟ معنیش این است که خب اگه ایشون جانشین خلیفه میشد مواظب زن بچه هم میتوانست بود، اما ایشون چون مدیریت نداشت علی علیه السلام و هر جا میرفت فتنه میکرد و اینها، فتنه برمیخواست و بارها بهش اشاره شده، به ایشون شغل نمیداد. بفرمایید. به مکه امیر کرد و علی ابن ابی طالب بفرمود به مدینه همی باش و عیالان و خانه مرا نگاه میکن. و چون پیغمبر علیه السلام به نخستین منزل شد، منافقان گفتند محمد علی را از بهر اون دست باز داشت که بر دل گران گرفتش. علی رضی الله دیگر روز سلاح برگرفت و از پس پیغمبر برفت و گفت یا رسول الله، منافقان چنین گفتن. همونا که نرفته بودن نشستن در مسجد که آقا این وضعی خوشش نمیاد، شغلی چیزی بهش نمیده. پیغمبر گفت یا علی دروغ گفتند که من تو را به جای خیش دارم و خانمان خیش به دست تو باز داشتم و همه را به تو سپردم. خب اینم البته یه مغالطه است، مثل که فرض فرمایید که کار کوچیکی به یه کسی بدی که بخوام یا من به شما اعتماد دارم، اما خانمان دارم دست شما دارم، چه حرفیه؟ صحبت سر امارت بود و جانشینی بود و اعتماد به امارت که ایشون نداده به علی. دلش اینجور راضی کرد. هر جا ایشونو میفرستادن شلوغ میشد، چون بلد نبود، آقا کار کشورداری بلد نبود، جنرال خوبی نبود، هر جا میرفت فتنه میشد. کما اینکه ایشون
کرم الله وجهه، زمانی هم که خلیفه شد جز جنگ خونریزی مسلمین چیزی نبود خلافتش. این اجماع مورخین هست. برادر کشی برای اولین بار در بعد وسیع در زمان خلافت مولا علی شد. شمشیر مسلمین علیه مسلمین، برادران علیه برادران. خب حالا شیعیان این عمل و این عبارت پیغمبر رو چیز کردن که تو برابر مثل هارونی به موسی. خب این تعارفه، بعضی چیزا اسلام هست شعاره، در عمل چنین نبوده. میگوییم که آقا هیچ دستوری برای کار و تشویقی برای کار در شرافت کار نیست. بله بله، یه شعار میاد که چیزی مال انسان نیست، فقط چیزی که به سعی به دست آورده است وارد. خب این که شعاره که پدر جان، که آخه ویلون للمتففی، وای بر گروپور، اینا که شعاره، اینا که سنت نبوده، اینا که چیزای در واقع اصولی اسلام نبوده که. خب تو برای من مثل هارونی برای موسی. تعارف، تعارف. مگر آن است که از پس من پیغمبر نبود، وگر ندرست بودی تو را که تو پیغمبر بودی. پس پیغمبر هیچ کس را از ضعیفان و بیچارگان با خویشتن نبرد و همه را بازگردانید و با علی به مدینه فرستاد و منافقان خود بازگشتند و چنین و چنان. یه شکست بدی هم خوردن اینجا البته داستان. مقصود این که در مقابل آدم های لایقی که بودن، مثل فرض فرمایید که سعد ابن ابی وقاص، مثل خالد ابن ولید، اینا کار براشون انجام میدادن. اینا به مولا علی علیه السلام کسی شغل نمیداد، خود پیغمبر به ایشون شغلی نمیداد. در تمام این سالها یک شغل به ایشون داده، فرستاده منزل حاتم طایی که حاتم مرده بود، یه پیرزن جاش بود. یک بارم ایشون رو در همون موضع در زمان عرض کنم که حجت الوداع فرستادن به طرف یمن، اونجا هم یک شر بزرگی برپای کرد این مرد بزرگوار. داستانش از این قرار بوده است. خب با درود بر شما وطنان گرامی، در ارتباط با روزگار صدر اسلام صحبت میکنیم. یه مطلب خیلی مهم میخوام خدمتتون عرض کنم. بنده در باب غیر از اون چه باید سخن خدمتتون نمیگم مگر به ضرورت. عرض میشود خدمت شما که آقای فرحی در سن 75-6 سالگی بعد از 50-60 سال کار روزنامه‌نگاری و قلم، با زحمات بسیار یک مجموعه خیلی خیلی جالب و جذاب ساختن. خود من شنیدم و اشعار بی‌نظیر، بهترین اشعار شعرا رو با صدای خوب و صحیح خواندن. موسیقی های خیلی خوب هم انتخاب کرده این مرد و در این مجموعه گذاشته است که 4 CD هست با توضیح و شرح و اینها. من میبینم عناوین رو، در واقع نزدیک 60 آهنگ یا بیشتر آهنگ هست و منتشر کردن و باشون صحبت میکردم. اینها یک مجموعه رو از بچه های اتاق فرمان گرفتم که در بابش صحبت کنم. دوستان نیاز دارن که این نوار و این مجموعه رو برای آقای فرحی امروز به فروش برسانم. فکر میکنم که تعداد گفتن 150 عدد از اینها باقی مانده. من خواستم از شما واقعا خواهش کنم که زنگ بزنین و کمکیست به بزرگوار، نمیدونم چگونه توضیح بدم به شما، و واقعا 10 برابر از اون چه طلب میکنن ارزش این کار هست، ارزش این نوار هست، با انتخاب خیلی خیلی خوبی که آقای فرحی کرده از موسیقی و شعر. یه تلفیق خیلی خیلی جذاب و جالبی است. دوستان در اتاق فرمان منتظرن که شما زنگ بزنید و هر سبت که سفارش کنید این
کار خیلی خیلی خوبه فرهنگ فرهی رو که خیلی خیلی زحمت کشید. من دیدم چند سال پیش که من در تصویر ایران بودم روی این کار کار میکرد، مرتب از این دیوان به اون دیوان برای انتخاب شعر بهتر. این از که دوستان صحبت کردم با فرشته و ماریا در اتاق فرمان نشسته بودن، خیلی نگران این وضعیت بود. تلفنی هم که هست همین تلفنی است که اینجاست که ملاحظه می‌کنم 818-776-52-61 به نام باران نور. فرهی هم با همه اینها دوست بوده در طول همه این سالیان که کار می‌کردن در ایران با شعرا و نویسندگان. مستر خدمات مهم بود فرهی در ایران، همه رو می‌شناخت. این است که یک مجموعه خیلی پخته است از یک آدم دانا، دانا به ادبیات و موسیقی برای شما تهیه کرده است و عرض میکنم که عرضه میکند. این است که در واقع زنگ بزنیم لطفا. خب ما برویم ببینیم این بعد که آقا اینقدر ازش صحبت میشه و اینها که آقای خامنه‌ای میگن سال بدر بود، بدرالکبرا، ببینیم آخه چی بود این داستان بدر. نکند واقعا لشکر کشیدن ریختن سر مسلمین، زن و بچه مسلمین غارت کردن، بعد اینا دفاع کردن از خودشان. میخونم خدمت یه داستان بدر، هم خیلی داستان مشهوری است. خبر غزو بدرالکبرا. پس چون از سال هجرت دو سال ببود و نیبه شعبان بیامد، خدای عزوجل قبله پیغمبر به کعبه گردانید. این خدای عزوجل چوبش دستش بود، مرتب از این کارا میکرد. خب و هم بدین سال و هم بدین شعبان روزه ماه رمضان فریضه کرد. پس نخستین روزی از ماه رمضان خبر آمد پیغمبر را که بوسفیان ابن حرب کاروانی آورد یا آورد از شام از آن مکیان با خواسته های بسیار. خیلی خب، حالا نقشه رو اگه ما نگاه کنیم، این جزیره العرب هست، این بحر احمر دریای سرخ هست، شمالش کجاست؟ شام، که همین بخش سوریه و اینها بوده، اون منطقه رو تا مصر اینا هم گفتن شام. مدینه این بالاست، حواسمون باشه، مکه این جنوب. بنابراین کاروانی که میخواد از کنار دریای سرخ بشه، اهل مدینه میتونن برن سر راهش راهزنی بکنن، بایستی بگذره از این عرض کنم کنار دریا تا برسونه خودشو به مکه. و اهل مکه هم بازرگان بودن مستقیم و غیر مستقیم، یعنی وقتی کاروان حرکت میکرد اینا سرمایه ها میذاشتن که سودی ببرن، سود حلال. بازرگانی که از قدیمترین مشاغل بوده، یک آیه در قرآن راجع بازرگانی هم نیست. فایده نداره بازرگانی، زحمت داره آقا. چیش بازرگانی بریم حالا بخریم و بفروشیم و فکر سود کنیم و سرمایه و اینا؟ نه آقا، شمشیر برمیداریم میدونیم دیگران دارن، میبرمیاریم میرم قسمت میکنیم میذاریم تو بیت المال. آقای فرهی در اون اتاق نشستن، تلفن خصوصی این بزرگوار رو من خدمت شما میدم، به خودشون میتونین زنگ بزنین 818. فزون بر این تلفنی که هست که دوستان میتونن برای شما نمیدونم بسته‌بندی کنن و بفرستن، آقای فرهی تلفنشون 818 43 919 43. خیلی هم راحته، 818 43 919 43. به خودشونم در ساعت بعد از برنامه حالا اینجا تشریف دارم، میتونید زنگ بزنید، خودتونم سفارش این مجموعه باران نور رو حتما عرض میکنم که فراموش نپرمایید. خودشونم الان اینجا هست. خیلی خوب، مثل که تلفن ها داره صداش من میشنوم. خب گفتن که ابو سفیان خبر آمد، خدای عزوجل چه خدای عزوجلی، واقعا منم خندش میگیریم این خدای عزوجل. گفتن آقا ابو سفیان که بزرگ مکه هست،
با خواسته بسیار مال و اموال این بدره ها که آقای خامنه‌ای میفرماید که سال بدر بود، این داستان بدره داره میاره. خیلی خوب. و با او عمرو ابن ابی العاص است و بوجهل، اینا بابا یکی از فرزانگان و دانایان عرب بود، ابوالحکم پدر حکمت ها، اینم چون مخالف بود شد ابوجهل. کاری نداره که، کافر، منافق، مرتد، بی نماز، مفسد فی الارض، محارب با خدا. اینا یک روزی باید استفاده اینها غیر قانونی بشه. یعنی اگر یکی در خیابان یکی به کافر 10 سال زندان. امروز شما یه حرف زشتی هست راجب سیاهان آمریکا، اگه اونو به کار ببرین زندانی داره، آقا زندانی داره. 4 تا سیاپوست رفتن در این هوریات متل هتل همین کورپوریشن بزرگ مریات نشستن، 4 تا سفید، بله 4 تا سیاپوست. این گارسون سفید بود، یکی از سیاها شکایت کرد که اون غذای ما دیر شد، گفت بشین سر جات. همون حرفه، منم جرأت میکنم بگم خدمتتون، شکایت کردن. فهمونی چی شد؟ کمپانی مریاد $200 میلیون به این 4 نفر داد که نرن دادگاه، چون 4 تا شاهد بودن، بیشتر محکوم میشدن. این کافر و مرتد و محارب و اینها باید غیرقانونی بشه، با زندانهای دراز مدت این زبان فارسی تمیز بشه از این تعفن، این عرض میکنم که این مصطلحات وحشیانه بهیمی بیابانی ضد بشری. مرتد خب بله، همراه کاروان بوسفیان هست و بوجهل. و به خبر مغازی اندر ایدون گوید که 70 تن بودن، یعنی کسانی همراه کاروان بودن 70 نفر مردان دلیر بودن که میخواستن از دست دزدان مدینه کاروان بسنن به مکه. و جبرئیل بیامد، آقا قربان این جبرئیل برم که دزدی هم دست داشته. و جبریل بیامد و پیغمبر را خبر کرد و بشارت داد و گفت تا بیرون شو و کاروان را طلب کن، یعنی کاروان را بزن. و گذرشان به چاهای بعد بود و چاره نیست ایشان را از گذر کردن از اون جایگاه. خب صدها فرسنگ شما میرید، آب نیست، آب، آقا آب، همه چیز میگه آب آب. شما در این بیابان عربستان عرض میکنم که ربع الخالی و بقیه نگاه کنید، طبیعت داره فریاد آب آب میکشه، آب نیست اونجا. آقا اینجا چاره نیست. البته منظور از جبرئیل یکی از این همین آدمایی که منطقه رو بلد بود، آقا چاره ندارن جز اینکه از این بدر بیان کاروانی آب بخورن و بعد به طرف مکه حرکت کنن. اونجا سر گردنه رو باید اونجا گرفت، خلاصه گردنه که نبود، بیا بود. خب این هم بدریه که آقا بهش اشاره میکنه ها. خب خیلی خوب. پس پیغمبر علیه السلام مردمان را گرد کرد و به روزه در بفرمود رفتن و گفت خدای عزوجل مرا وعده کرده است که خواسته ایشان به من دهد و دین مرا عزیز کند و ایشان را بر دست من اسیر کند. و نگفت که ما هر آینه کاروان بگیریم. و مردم پنداشتن که خیلی خوب، ایشون فکر میگه کاروان میگیره. گفت که اینا رو امروز روز پیروزی، مبهم حرف میزد که اگر نشد چیز نشه. خب معنیش اینه که ما میریم کاروانه میگیریم، پولشون هم میگیریم. و دیگر روز پیغمبر علیه السلام بول و بابل و بر مدینه خلیفت کرد و خود به شتاب برفت و مردمان سواره و پیاده برفتن از پس پیغمبر علیه السلام و سلاح تمام بر نگرفتن و با پیغمبر 360 تن بودن. 360 تن رفتن که کاروانه بزنن. و به روایتی دیگر 313 تن بودند و این درست‌تر است که 340 تن بودند. 70 بر جمازه و دیگران پیاده بودند. شنیدی میگویند که چنان ران دل دل امیر عرب که اون یارو روس کرمانیمون گفته و اینها، اینا اسب نداشتن که، اسب که کار اینا نبود که، ثروت کافی برای نگه داشته اسب نداشتن. اسب عربی نژاد خیلی گران بود، مثل امروز نگه داشتنش هم خیلی مشکل بود. تا
تو بیابانم اسب میمیره. اگر شنیدی اسبای عربی و فلانی حرفا، اینا در این منطقه یمن و این حوزه های خلیج فارس اینا نگهداری میشد، تو ربع الخالی اونجا که میشه اسب نگهداری کنی. خب پس اینا 70 نفر شتر داشتن، بقیه هم پیاده بودن. خیلی خوب، خیلی کم، خیلی کم. بعد که البته بعضشون خوب شد و حمله کردن به ایران، خب البته همیشه سوار بودن دیگه، اسبای ایرانی ها رو دزدیده بودن و اسبای رومی ها رو حالش خوب شده بود. و پیغمبر علیه السلام بر شتر خیش بود، اون شتر که نام او عزبا بود، که گوش بریده بودند به دو نیم، گوشش از وسط داد. و از این 313 از مهاجر 77 بودند و از مردمان مدینه 236 تن بودند. و به میان مهاجریان اندر ابوبکر بود و عمر ابن خطاب و علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان رضوان الله علیهم و رقیه دختر پیغمبر که زن عثمان بود سخت بیمار بود و پیغمبر عثمان را بفرمود که تو بازگرد که رقیه بیمار است. خب و از انصار از مهتران سعد ابن معاذ بود و از همه مهتران خزرج. پس مردمان گفتن اینقدر مردم بس است اون کاروان را، و پیغمبر نیز بیشتر مردم نبرد. چون یک منزل بشد ایشان را عرض کرد و 5 تن را که خورد بودن، یکی عبدالله ابن عمرو ابن فلان و دوم راهب ابن فلان، و اینا رو میگه که اینا رو هم چیز کرد دیگه تو بازگردن. حالا اینا رو من کاری ندارم، اینا را داستانش طولانیه. خب اینا را افتادن که برن که کاروان بگیرن. خب حالا وقتی رسیدن اونجا، پس پیغمبر علیه السلام به شتاب برفت تا به بدر شود و راه بوسفیان بگیرد. چون به دو منزلی آمد خبر رسید کاروان هنوز نگذشت، پس به دو منزل بنشست و از راه زنسوتر شد تا چون کاروان بوسفیان آید او را به راه نبیند یا به خبر وی نشنود و بگریزد. و باز جبریل اومده عرض کنم کمک اینا میکرد جبریل. حالا پس پیغمبر دو تن را از بزرگان مهاجر بخواند، یکی طلحه ابن عبیدالله و دیگر سعید ابن زید ابن نفیل، و ایشان را بر جمازه نشان و به بادیه فرستاد تا خبر بوسفیان بجوید. جونم زنگ زدن دوستان، من این داستان این کار آقای فرهی رو واجب‌تر می‌دونم از خوندن تاریخ بدر، که قبلا هم خوندی. یک همیاری همکاری در حق این مرد واسه بشه. از شهریار جیوه خیلی خیلی ممنونم که 10 سری از این نوارا خریدن و به من هدیه کردن که من میدم خدمت دوستان. بعد گفتن تلفن‌ها کم شد، یک بار دیگر بگویید. یک بار دیگر میگویم در واقع باران نور کار این استاد فرهی ما سالیان دراز. چه قلم شیوایی! من بیاد دارم یه سلسله مقالاتی در باب شاهنامه نوشتن، چه متین و زیبا. و کسانی که با ایشون آشنا هستن میدانن که کار ایشان چه بود در ایران و اینها. و اکنون که ایشون در واقع چنین زحمتی کشیده، ما بایستی با ایشون همکاری و همیاری کنیم. پس که قراره ما کاری بکنیم برای یک کسی؟ تازه مطلب اینجاست که چندین برابره، نمیدونم قیمتش 50 دلار چقدره، چند صد برابر این ما ذوق و حال خواهیم داشت وقتی در راه این سو و اون سو حرکت میکنیم، گوش میکنیم صدای فرهی و هنرمندان. بهترین آهنگای ایرانی و آوازها رو. خیلی ممنونم شهریار جان، مرسی عزیزم. خیلی خوب، حالا اینجا یه تیکه هست که براتون میخونم. خیلی خوب، اینا رفتن گم شدن این دو نفر. سپس دو تن دیگر را بخواند
یکی را بسبس ابن عم و دیگر عدی ابن ابل 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 زقبا و ایشون را بر جمازه بفرستاد به سر چاه بدر و بگفت تا بنگری تا بر سر چاه بدر هیچ کس را ببینید که خبری از کاروان دارن یا نه. خب شما که خب بالاخره رسول الله هستید باید بدونید کجاست، پس چرا پیدا نمی کنید کاروان؟ و عرب را آیین چنان است اندر وادیه که چون به سر چاهی یا به منزلی فرو آید طعام و علف آورند و به مردم کاروانی فروشند. یه دم دورگرد هستن میارن علف فلان فروزن یوگورت آیس کریم میارن میفروشن سر چاه بعد به کاروانیان و با ایشان بازرگانی و خرید و فروخت کنند. پس این جهانی و یارش برفتن بر سر چاه بعد آمدن، مردی را دیدن اونجا نشسته و علف آورده و اونجا نهاده منتظر کاروان. خب اینا چیز بودن دیگه، راهزن بودن مسلمین. ببینید چه خبر، یه نفر اومده اونجا مقداری علف و غذا آورده که بفروشه. خیلی خوب. و ایشان به نزدیک چاه آمدند و شتران را بخوابانیدند و بیامدند که اون مرد را بپرسند. دو زن را دیدند که یکدیگر را تقاضا همی کردند. یکی مرد یکی را گفت که اون سیم که مرا بر توست بده. دیگری گفت فردا کاروان آید بر سر این چاه، من چیزی بفروشم و سیم تو بدم. دو تا زنم دعوا میکردند که آقا اون سیم منو بده، اون پول نقره‌ای که از من گرفتی. آقا فردا کاروان میاد سر این چاه، من سیم تو رو از سودی که به دستم میاد میدم. حالا اینا اینجور فعلا فعالا و گرفتاری و فلان و در واقع شغلی مهمی بود، بگانی مهم نبود. دوستان مترسیدن که غارت کنن بردارن ببرن به فرمان الله. از این را نو میخورد تا کی؟ تا آخرینشون امیر المومنین مستعصم، یعنی یک امپراتوری زالوصفت بر پشت گردن ایرانیان چسبید. قریب 600 و اندی سال مملکت ما رو غارت میکردن، از خراسان تا آذربایجان، از آذربایجان تا سیستان، هر چی داشتیم و نداشتیم بار شطور خر میکردن، اینا میخوردن. از برکات اسلام، این برکت اسلام بوده برای ما. تاریخ مملکت ماست. خیلی خوب، حالا جاسوسا دارن گوش میکنن و خبر میگیرن. ایشان چون این سخن بشنیدن، یعنی جاسوسای اسلامی ها، هیچ نگفتن و رفتن و پیغمبر را خبر کرد. و چون ایشان از سر چاه بازگشتن، همون گه بوسفیان و امرآس فراز آمدن. بلافاصله ابوسفیان که بسیار مرد بزرگی بود و این امرآس که هوشیارترین مرد عرب بود، آمدن سر همون چاه. حالا ببین چه اتفاقی افتاد. این که من عرض میکنم دوزدان مدینه، این از من نیست، این از تاریخ، این از ابو سفیان. آره میخونم. و ابو سفیان به حد یثرب اندر آمده بود و خبر همی پرسید از پیغمبر و یارانش. چون به دو منزلی برسید، کاروان اونجا بداشت و گفت شما اینجا همی باشید تا من به سر چاه بعد شوم و خبری بپرسم تا کس از یثرب آمد از یاران محمد به طلب کاروان یا نه. یثرب همون مدینه است. از ابو سفیان محتاطه، نمیخواد اموالش سرقت بشه، اموال همه مردم بود. میگه برم سر این چاه بدر ببینیم چه خبر. پس چون به سر چاه بدر آمدن، اشتران را آب دادن و آب خوردن و اون مرد را که بر سر چاه نشسته بود پرسیدن که تو چه نامی؟ گفت مجدی ابن عم. گفت تو از کدام قبیله ای؟ گفت از جهینه. ابو سفیان گفت از دزدان مدینه هیچ خبر داری؟ و تا امروز کس از ایشان بر سر این چاه آمد؟ اون مرد گفت اکنون دو تن آمدند و آب برگرفتند و جمازگان را آب دادند و برنشستند و برفتند. گفت تا تو را هیچ گفتند؟ مرد گفت نه هیچ نگفتند. بو سفیان گفت اشتر را به کدام جایگاه خوابانیده بودند؟ و شطر سرگین افکنده بود. بو سفیان از اون سرگین پاری بر کف بگیره و بمالید و خرمادانه از اونجا بیرون آمد. این قازورات شطورا رو برداشت، کتمال کرد، ابو سفیان وارد بود، میشناخت دوستان رو. خب خرمادانه توی این سرگین شطورا پیدا کرد و از اونجا بیرون امرآس را گفت
این مردم مدینه بودند و محمد آمده است و بر راه ما نشسته است. ابو سفیان یا گروهی فرستاد، امرؤاس گفت تو چه دانی؟ گفت مردمان مدینه شتران را خرمادانه دهند و هیچ کس به حجاز اندر شتر را خرمادانه ندهد مگر مردم مدینه. پس ابو سفیان بر شتر نشست و با امر یک جا به کاروان شدند. داستان جالبیه. ابو سفیان فهمید که دوستان اومدن، به قول خودش دزدان یثرب آمدن، سر گردنه رو گرفتن، گفت که اینا این دوروبر هستن الفرار. ابو سفیان همون جا به دو منزلی بعد کاروان را بداشت و همون گه مردی را به موز گرفت، نام او زمزم ابن عمرو القفاری، و او شتری داشت سخت دونده و میان کاروان و مکه 6 روز راه بود و شرط کرد که به 3 روز بروم. و ابو سفیان فرمود که چون به شهر اندر شد فریاد خواه و بر سر کوه بوقباعث شو و بانگ کن چنون که همه اهل مکه بشنوند و بگو که مرا ابو سفیان فرستاد از فلان منزل و همی گوید که محمد با دزدان یثرب آمده است و بر راه کاروان نشسته، اگرتان خواسته به کار بیاید بیایید، والله اون که هیچ نتوانید یافتن. خب برو سر کوه بوقباعث که مشرف مکه است، داد بزن بگو ای الناس، دوستان آمدن، دزدان مدینه آمدن سر راه، اگر نرسانی چیزی گیرتونه. حالا اتفاقی که میفته اینجا این هست که از خاندان رسول و حواشی عقیل برادر علی شمشیرش برداشته آمده، چون اینا منافع داشتن، عباس عموی پیغمبرم آمده به جنگ اینا که اموالش محافظت. حالا ابو سفیان کاروان رو میگه بجهانید از یک طرفی، از یک راهی که کلک زد در واقع به اینا، چیزی گیرشون نیامد، فرار کردن، کاروان بردن به مکه. اون کمکی ها هم از راه دیگری آمدن، در محل بعض سر اون چا دیدن کاروان نیست، این دوستان هم به طمع این که کاروان هست آمدن، جنگ شد. این جنگ بدر بوده، این چیزی که آقای خامنه‌ای میفرماید سال بدر بود. خواستم شما بدانید که بابا کسی کاری به مسلمان ها نداشت، اونا برای صیانت از مالشون نزدیک اصلا نمی اومدن، اینا ریختن سر اینا. حالا این 300 نفر اونا 700-800 نفر بودن، مردمان بازاری بودن، اینها مردمان جنگی که نبودن، بین اینها آدم های دلاور بود، اما اینها چرا؟ اینها هم ایدئولوژی درست داشتن، هم فرماندهی داشتن، هم گرسنه بودن، هم حریص بودن، هم خودشون رو محق میدانستن، هم دیگران رو کافر میدانستن، زدن اینا رو کشتن، دستگیر کردن. این جنگ بعد، پس هم سال بعد بوده است و اینا، یک اصلا شما بدانید آگاه باشید که کسی کار به کار اینا نداشت. در تمام این جنگ چیدم دروغگویان عمامه‌دار و بی‌عمامه می‌نشن روی تلویزیون مردم رو گمراه می‌کنن که بله مرتب اینا به مسلمان‌ها حمله میگن، دفاع میگن، اصلا چنین چیزی نبوده، یک جنگ دفاعی بیشتر نبوده، اونم در انتقام همین جنگ بعد بود، اون جنگ خندق بود، جنگی هم نشد در واقع. عمرو کشته شد و ابو سفیان و دار دسته و اینا نفاق انداختن میون اینا، برگشتن. همه جنگ‌ها از اون سال اول هجرت تا ما میرسیم به سال مثلا 50، ده ها خونریزی و غارت صورت گرفته توسط این شاگردان الله. حالا بنده گفتم که این ایمان چیز خطرناکی، بعد دوستان ایراد بگیرن که آقا پدر من مؤمن آدم خوبی، من میگم مطمئنم پدر شما آدم خوبیست، ولی اجازه بدید عرض کنم که در این مراحل قبول چند چیز داریم، مرتبت داریم، چند پله داریم. یکی مرحله نفی و انکاره، یعنی شما یک چیزی رو اساسا قبول نمی کنید، نفیش کنید. یه مرحله بی تفاوتیه که آقا مثلا بنده و جناب عالی راجع به شینتو هیچ نظری نداریم، بی تفاوتی. بعد آرام آرام می رسیم به موضوع قبول و اعتقاد. اعتقاد چیز خوبی است، یعنی آدم معتقد در واقع حدش و فحواش چنان است که شما اگر که دیدید که در عقیده شما فسادی هست یا در استدلال این داستان فسادی هست، میتونید عقیدتون رو عوض کنید.
اما مؤمن کسی است به معنی اخص کلمه، کسی است که عقلش رو اجاره میده، دیگه حالیش نیست. یعنی که چشم و گوش بسته شما میپرواید هر چه ارباب بگه درسته. این که عرض کردم چیز خطرناکیست. عرض کنم که بهترین آدم ها بین مسلمانان بودن، بین مسیحی ها بودن، اما گرفتاری اینجاست که یک بعدی از اسلام که همین بعد خشن هست و در واقع نفی دیگران و قتل دیگران، که راه رو باز گذاشته برای قدرتمندان که متوسل بشن به همین آیات و همین داستان ها و همین عرض کنم مدل هایی که به دست دادن، مثل همین دزدان خودمون در ایران. کافر است، دوفیاره دو پایی رفت رو شکم بچه کرد در کردستان، بچه شیرخوار، گفت مال قدر جون بود. گفت آقا چه همچی میکنی؟ گفت بچه کافر است، بچه کافر است. خب تلفن آقای فرحی رو من یه بار دیگه اعلام کنم خدمت شما، 818-43-919-43. سخن گفتن با این مرد فضیلتی است، از عرض بکنم خوش سخن و صاحب تجربه، واقعا میگم این رو عرض می‌شود که. و تلفنم که روی ماجرا هست. خب واری بعد اینجا کاری که میکنن، میکشن ابو جهل و نمدار دست اینا رو میکشن، عباس و عقیل و اینا رو هم دستگیر میکنن و میبرن. اینجا همون جایی است که عمر میگه که برای اینکه سهم ما، وحشت ما به دل اینا بیفتد، ما عباس میدیم به چی سر ببره؟ به حمزه. اینا حمزه آدم حسابی بوده، مرد بزرگی بوده، حمزه سید الشهدا واقعا حمزه است. باری و عقیل هم بیدیم علی سر ببره، تا اینا بدونن ما شوخی نداریم. حالا این جنگ بدر بود گفتم خدمتتون، و اینا که در بدر بودن دو برابر قارتی ها رو میگرفتن در زمان عمر. مثلا اگه همه قسمت میکردن ماهی 2000 درهم، اینا که در جنگ بدر بودن 4000، مثل علی و بچه هاش. بعضشون خوب بود ماشالله، علی کار میکرد برای یهودیان، چا میکن. اینا سخنان مهمل لاطائل، اصلا یهودی نبود که کسی برای چا بکنه، که پدر جان که کشتن یا بیرون کردن یهودیان رو در روزگار رسول. یه چند نفر اینا به بیگاری و بردگی کشیدن در خندق، در همین چیز ببخشید خیبر، چون کشاورزی بلد بودن، که شما کار میکنی به ما میدی نصفشو. اونا رو هم عمر بیرون کرد. دیگه یهودی کجا بود که دیگه علی بده برای چا بکنه؟ چند تا چا میخواستن این یهودی ها؟ کدوم چا؟ اینا از بیت المال پول میخوردن. بیت المال مالش از کجا میمد؟ اموال دیگران، غارت. این حق مطلب و جان مطلب و در واقع لب لباب حقایق مربوط به این آدم هست. بیان بگن آقا از این بزرگان اسلام بیان، آقا بیان ببینیم چگونه بوده، تشریف بیارن اینجا با عمامه، بی عمامه، آقا اینو متکلمین بیان به این چیزا جواب به مردم بدن، که میخوام ببینیم اینا چگونه زندگی میکردن. این تقدسی که ما به اینا نسبت میدیم و یه عمریه 1000 و چند صد سال ما بیچاره اینا شدیم، سر قبر اینا شکم پاره میکنیم شکم خودمون رو، اینا آقا از چه رای زندگی؟ فقط به یه سوال جواب بدن، چگونه زندگی میکردن؟ از کجا میخوردن؟ دسترنج کفار نبوده؟ این چی بود آقا؟ این جنگ بدر بود. تو هموطن ایرانی بزرگوار من بایستی اینا رو بدونی. حالا خیبر، آقا میفرماید سال بدر خیبر بود. خیلی خوب، این بعدش که دیدیم چگونه بود، یه مش کاروانی کسب حلال تجارت ریختن سر اینا، مال به دستشون نیفتاد، ولی اونا رو غارت کردن، هرچی شمشیر و چیز همراه داشتن و لباس کندن لخ میکردن میانداختن اونجا.
ببینیم سر خیبر، ببینیم که حالا خیبر کجا بود، آیا کسی مزاحم مسلمانان بود از این مردم خیبر یا چه بود. و این خیبر هم جهودان داشتند و حصاری نبود جهودان را از اون استوارتر. حالا یهودی رو به تحقیر و توهین مورخ میگوید جهود. و هفت حصار بود یکی از دیگر بزرگتر و خرماستانها بود گرداگرد اون حصار و برابر ایشون بر دو فرسنگ حی بنی قطفان بود. حی یعنی قبیله. خب و دوباره اینجا میگوید پیغمبر علیه السلام سبا ابن همون آقا رو بر مدینه خلیفت کرد و بیامد بر در خیبر بنشست و خیبر را هفت حصار بود، یکی را نائم، دیگری را قموس، سه دیگر را کتیبه و این را حصن المظفر خواندندی. حالا به من خب میگوید که پس پیغمبر بیامد و بر در حصار بنشست 15 شبانه روز و به حصار همی داشت و مردمان بنی قطفان به پای خیش بیامدن که ایشان را یاری کن. خیلی خوب، اینم که میگوید 3 روز راه بود از مدینه تا کجا؟ تا اینجا. بله، اینم داستان هیبر چیزه مرحبه که آمده از خودش دفاع کنه. مدافعین بودن در واقع و مولا علی هم مهارتش در قوزک بوده. تا میرید حریف عرض میکنن پهلوانیست، هیچ کسی هیچ شوالیه این کار نکرده، حواسی پرد دیگه میزد به قوزکش، خب پاش قطع میکرد دیگه کار تموم بود دیگه. این با سه دلاور روبرو شده زره قوزک ها اینا رو قطع کرد. یکیش مرحب بود. خب اول مرحب علی را ضربتی بزد، علی سپر بر سر نهاد و سپر علی را به دو نیم کرد و علی را زیانی نرسید. پس علی او را شمشیری بر پای بزد و پایش بیفتاد. حالا صرف کنه اینم از این. خب پس متوجه شدیم که داستان چه بود. بعد اموال این بیچاره رو میارم تقسیم میکنم، میخونم بخش آخرش رو که البته جزئیات این رو فکر کنم واقعی آورده که چند تن بود یا همون وزنمون روزگار که اینا رو تقسیم میکردن. پس پیغمبر کس را اونجا فرستادید تا اون را بر ایشان فران کردندی که چند خروار است و بر ایشان نبشتی و به دیشان بگذاشتی تا هرچه خواستندی کردی. پس چون برگرفتنی نیمه ای بدادندی. پس پیغمبر علیه السلام مطلبی گفتم، علی را بفرمود تا سرنامه بنش به دیشان داد و ایشان سال تا سال همچنان خرمابنان همی برزیدندی و چون خرما را رنگ اندر افتادی پیغمبر کرف استاری به هز کردن یعنی ارزیابی کردن و برآورد کردن و چون برگرفتی به میان مسلمانان قسمت کردی. بله، و این که سلطانان کنن از اونجا مونده است. پس پیغمبر اون خواسته خیبر میان مسلمانان قسمت کرد و خیشتن را از اون همه جز صفیه بر نگذید. صفیه زن یهودی بود که دادن شکنجهش کردن، آتش بهش زدن. زبیر چون زیبا بود، داستانش خیلی مفصل و واقعا حزین داستان این زن. بله، از و صفیه را به زنی کرد و او مسلمان شد. پیغمبر علیه السلام چون روی او بدید و یک سوی فلان. اینم میگه دروغای تاریخ نویسه که براتون قبلا توضیح دادم. این آقا این اساره و چکیده چه چیزی است؟ اساره و چکیده خیبر و بدر است که آقای خامنه‌ای در سخنرانی نوروزشون فرمودن که سال خیبر و بدر بود، یعنی که تمام جهان علیه ما شوریدن. این داستان بریم بهش بود. بعضی چیزها مالکشی بر نمی داره، هرچه اینها بخوان در باب این ضعف هایی که هست و کاستی هایی که در احکام هست مالی بکشن دفاع ندارد. آقا دفاع ندارد. این است که فرار میکنن از مناظره، هیچ جوابی ندارد. فقط ما شدیم شنونده، ما بیچارگان بر روی زمین نشستیم. این آقایان رفتن منبر چند طبقه اون بالا نشستن، یه مش عربی گفتن ما رو ترسوندن. چون ما عربی میترسیم، یکی میتونی به دم منزل عربی بگه ما دستامونی بیاریم بالا زار زندگی ما رو ببره.
عربی گفتن ما رو ترسوندن، بعد اینها رو مقدس جلوه دادن. یک آخوندی آمده میگوید که اگر کسی ادرار رسول رو بخوره گرسنه تشنه نمیشه، گرسنه نمیشه، نمیدونم از به نظر میاد از این ملای سر افغانستان اینو از این حرف ها زدن. و کوچکترین اجازه، کوچکترین انتقاد البته ندادن. تا کسی حرفی زد میگفتن این دشمن خداست، تا رسیدیم به امروز پاک و پاکیزه روی هم انبار شده این مطالب و مسائل. سالها میگذرد که خواهد گذشت که و طلب میکند که کسی بنشه این چیزا رو نقد بکنه. همه تضادها، همه خطاها، همه اشتباهها، همه مصطلحات ضد بشری، همه احکام ضد انسانی، اینها رو باید بررسی و معلوم بشود. آه سال بعد بود و یکی هم میگه آره بود سال بعد بود. چه بعد هر دوتاش برای پلاندر بوده به قول انگلیسی ها. راسل میگوید که قوه محرکه پشت سر فتوحات اسلامی پلاندره. پلاندر یعنی مال مردم رو به زور گرفتن، سرقت مسلحانه. خب اجازه بدین ما باز نام ببریم از باران نور. خیلی خیلی ممنونم، واقعا به من منت میذارید، در واقع زنگ میزنید، از شما سپاسگزارم، چون میخوام به دوست عزیزم کمک بشه واقعا یه کارهای بهتری بتوانم بکنم. فرهنگ فرهی مردی سخت سخی، من داستانها شنیدم از روزگار قوی حالی فرهنگ فرهی که به لس آنجلس آمدن، من داستانها شنیدم بله که به همه کمک میکرد. و امروز این مجموعه شعر و موسیقی رو به بازار عرضه کرده این مرد و تلفنم همونجاست، ملاحظه میکنید تلفن خصوصی ایشون 818-43-919-43. خیلی از شما سپاسگزارم که زنگ میزنید. من میشنوم که بچه ها دارن صحبت میکنن. چه میزان وقت هست امیر جان؟ 2 دقیقه. بسیار خوب، عرض میکنم خدمت شما که حالا در این باب این مطالب تاریخ‌های خیلی مفصل‌تری هم هست. علتی که ما می‌چسبیم به این 2 جلد مختصر تاریخ‌نامه طبری به جهت این هست که حمل کردن نمیدونم 8 جلد واقعی یا اینا کار مشکلی است و اینا همه رو مختصر کرده در واقع. و ایرانیان از این مجموعه عظیم تاریخ طبری که فزون بر 16 جلد هست، بخش هایی که مربوط به روزگار نخستین اسلام هست مختصر کردن و در این تاریخ وارد کردن به زبان پارسی دری بسیار بسیار متین. این است که بیشتر من دوست دارم از این تاریخ خدمتتون بخونم. مفصل تر این در عرض میکنم کارهای واقعی است که چندین هزار نفر رو بیوگرافیش رو به دست داده و بعد جزئیات اعمالش هم نوشته. این است که ما در اون طبقات واقعی بسیار چیزها در میابیم که سرخطش اینجاست، مختصرش اینجاست، مفصلش در اونجاست. بله فکر میکنم که وقت ما هم وطنان به پایان رسید. میتونید با آقای فرهی هم صحبت کنید اگر زنگ بزنید، ایشان هستن. و یه بار دیگه هم تلفنیشون رو من میگم 818-43-919-43. وقت ما هم هموطنان گرامی به پایان رسید. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.